به نام خدا. سلام دوستان، وقتتون به خیر. درباره اتفاقات اخیر فلسطین و صهیونیستا استاد رائفی پوری سخنرانی کردند که اونم به صورت پخش زنده بود. مطالب مختلفی درباره این اتفاقاتی که رخ داده بیان کردند و یه اشاره هم کردند به جشن پوریم، جشنی که صهیونیستا هر ساله برگزار میکنن، جشن ایرانی کشی، و اون وسط یه تیکه خیلی سنگین به رب پهلوی میندازه. چیزی به رب پهلوی میگه که دیگه تموم. به نظرم باید رب پهلوی بساطشو جمع کنه بزنه به دل بیابون. حالا قبل از اینکه بریم ببینیم رائفی پور چی به رب پهلوی گفته، من هشدار بدم به پهلوی چیا، به سلطنت طلبا، به کسایی که طرفدار شازده رب پهلوی ان. این ویدئو پهلوی سوزه، احتمال ایجاد سوزش در پهلویچی ها وجود داره. خلاصه حواستون باشه. بریم ببینیم، برگردیم. نبردیست بین ما و کسانی که هر سال جشنی دارن و عیدی دارن به نام عید پوریم که در اون سال روز داستان ایرانی کشی خودشون رو در کتاب استر دارن جشن میگیرن و این فرزند معلول ذهنی محمد رضا شاه من دیدم چند وقتی پیش داره عید پوریم رو داره تبریک میگه. یعنی حتی تو سلطنت طلب هم نیستی، یعنی تو حتی هخامنشیان رو هم نفهمیدی. نگاه ملی کنید، اینها دشمنان ما. نگاه مذهبی کنید، اینها دشمنان ما. درود بر رائفی پور عزیز که خیلی خوب ربع پهلوی رو واسمون توصیف کرد. واقعا معلول ذهنیه. کسی که جشن پوریم رو تبریک میگه به صهیونیستا واقعا معلول ذهنیه. جشن پوریم بر ملت اسرائیل و همه یهودیان جهان که برای شکرگزاری از منشور آزادی کوروش و برگرداندن یهودیان به سرزمینشان در ایام نوروزی برگزار می‌کنند، خجسته باد می‌گویم. صهیونیست‌ها میگن که ما زمان هخامنشیان هزاران نفر ایرانی رو کشتیم و هر سال الان اینو جشن می‌گیرن و این معلول ذهنی میره جشن پوریم رو به صهیونیست‌ها تبریک میگه. خب واقعا آدم باید معلول ذهنی باشه که چنین کاریو کنه. کسی که معلول ذهنیه میره با صهیونیستا که خودشون تو لجن، تو باطلاق گیر کردن، خر بازنده هستن، بره با اینا بشینه زد و بند کنه. البته این زد و بند که میگیم منظورمون اینه که یه استخون بندازن جلو رب پهلوی، وگرنه صهیونیستا اینو آدم حساب نمیکنن که بخوام باش زد و بند کنن. کلا خاندان پهلوی بهتر از این نمیشن. ازمون اول زیر دست بیگانگان بودن، تو سری خور بودن، دولت‌های خارجی زورگو اونا رو تحقیر می‌کردن، استقلال نداشتن، پاچلیس خارجی‌ها بودن، به معنای واقعی کلمه حقیر بودن. حالا این رب پهلوی معلول ذهنی هم از اونا بدتر. کلاً خاندان پهلوی همینن. و این فرزند معلول ذهنی محمد رضا شاه